Bismillahirrahmanirrahim. میایم با برنامه QuickBooks. چون امروز روز اول برنامه QuickBooks است، قبل از اینکه ما شما روی برنامه QuickBooks عملی کار خود آغاز کنیم، میایم اول روی یک سلسله مواد آموزشی که راجع به Fundamentals of Accounting است روی زی ما شما کار میکنیم. وقتی که این را خوانیم، بعد از او بخیر روی برنامه QuickBooks عملا کار شروع میکنیم. به خاطر از اینکه دی ما موضوعات را جا بجا کردیم که هر کس اگر اقتصاد خوانده باشه نخوانده باشه این را بخونه، کمک میکنه اونا را که تا بتونه در برنامه QuickBooks به شکلی منظم کار کنه. خب به خاطر از این ما میایم روی دسکتاپ ما یک پرزنتیشن دارم تیاری جور کدگیس این را باز میکنم. پیش از اینکه ما روی برنامه QuickBooks کار آغاز کنیم، میایم روی پرزنتیشن. خب عنوان پرزنتیشن ما که است Fundamentals of Accounting for QuickBooks Students، اساسات اکاونتینگ یا محاسبه برای شاگردان QuickBooks. ای امو این تیبل آف کانتین یا امو آوتلاین است که ما شما در اینمی کورسی که تقریبا در مدت یک ماه بخیر خلاص میشه، در این مدت ما شما ای را کور میکنیم و میخوانیم. دو بخش داره. بخش اولش که است بخاطر تیوریست مکمل که راجع به فاندمنتلز آف اکاونتینگ است، و بخش دوم که است کاری عملی است در برنامه QuickBooks. در این بخش که است ما سه عنوان های مهم و اساسی است که او را کار میکنیم. Introduction to Accounting، معرفی به اکاونتینگ است، Accounting Cycle است، و بعد از او معادله اکاونتینگ یا به نام اکاونتینگ Equation که یاد میشه ای را ما شما میخوانیم. بعد از او بخیر میایم روی برنامه QuickBooks. خب موضوع اول که ما شما در می سلاید یا در این پریزنتیشن می خوانیم به نام تعریف اکاونتینگ است یا معرفی اکاونتینگ، Introduction to Accounting. در این باز ما اول تعریف اکاونتینگ یا اکاونتینگ دفنیشن داریم که خود اکاونتینگ چی است، چه قسمایی رو تعریف می کنیم. اکاونتینگ تعریف های زیاد داره، ما اینجا سه تعریف عمده را گرفتیم، یکیش متوسط است، یکیش یک ذره آسان تر است، دیگیش که است یک ذره جامعی تر است. خب تعریف اولش قسم است که Accounting is the process of analyzing and recording financial transaction. دیگه ازش مانده Accounting is the process of analyzing and recording financial transaction. چیزی که در Accounting مهم است دو چیز است، یک Analyzing و دیگه که است Recording. اول ما شما پیش از اینکه یک ترانزکشن در برنامه QuickBooks یا در اکسل یا در کتاب ریکارد کنیم، پیش از او ترانزکشن ما چی میکنیم؟ Analyze میکنیم. انالایز به این معنی که کدام اکاونت ما دیبیت شده، کدام اکاونت ما کریدیت شده، کدام اکاونت ما انکریز شده، کدامش دیکریز شده. به او خاطر ما میگیم که اکاونتینگ از دی پروسس اف انالایزینگ این ریکاردینگ فینانشل ترانزکشن. وقتی که او رو انالایز کردیم، بعد از چی میکنیم؟ او رو ریکارد میکنیم. ریکارد چی میشه؟ در کویک بوکس، در کتابچه، در اکسل، در هر جایی که تو کار داری. این یک تعریف خلاص و ساده است، کس پرسان میکنه این تعریفش است. تعریف دومش که هست ایم نسبتا ساده تر است. Accounting is said to be the language of a business. میگه accounting که است ای زبان بزنس است. Those who intend to engage in any type of business activity are advised to learn accounting. اونایی که میخوایا در تمام موارد بزنس و involve باشه، engage باشه، اونا را ما توصیه میکنیم که چی را بخونه؟ accounting را بخونه. به خاطر از اینکه accounting زبان بزنس است. اگه میخوای بزنس تا بخونی، accounting را بخون. ای دیگه تعریف accounting است. تعریف سیومی که است یک ذره جامعی تر است که تمام مراحل امو اکاونتینگ دا اکاونتینگ سایکل دا نظر گرفته. اکاونتینگ از دا پروسس آف انالایزینگ، ریکاردینگ، کلاسیفایینگ، سمرایزینگ دا انفورمیشن اند ریپورتینگ اند انترپریتینگ دا ریزلت. اولین کاری که ما شما دا بزنس میکنیم بعد از سورس داکومنت. سورس داکومنت به این معنی که یک نفر بل آورد، بل که آورد او رو تو میخوای در برنامه QuickBooks ریکارد کنی، ثبت کنی، باید چی کنی؟ انالایز کنی کدام دو تا اکاونت ها در این انوالو است، کدام اکاونتش دیبیت شده، کدامش کردیت شده. سر از این باز ما بعدا بحث میکنیم چه قسم دیبیت میشه، چه قسم کردیت میشه. بعد از که او را انالایز کردی، تجزیه کردی، تحلیل کردی، بعد از او را باید ریکارد کنی در برنامه QuickBooks. بعد از که ریکارد کردی، ریکارد توسط چی میشه؟ توسط جنرال جنرال انتری میشه. بعد از که از کلاسیفاینگ میکنیم، کلاسیفاینگ ما شما در برنامه QuickBooks، بدون برنامه QuickBooks در اکاونتینگ سایکل که است جنرال جنرال انتری داریم، جنرال لیجر داریم. کلاسیفاینگ که است مربوطی جنرال لیجر یا لیجر میشه که باز به هر اکاونت که است ما جدا لیجر جور میکنیم. مثلا کیش لیجر شد امرای ما شما، اکاونت ریسیویبل شد، اکاونت پیبل شد. پس اول ما انالایز میکنیم، بعد از او ریکارد میکنیم در جنرال جنرال انتری، بعد از او را کلاسیفای میکنیم توسط لیجر.
بعد از او سمارایزینگ انفورمیشن، سمارایزینگ انفورمیشن و ریپورتینگ که هست، ای دبخ ما در بخش اکاونتینگ که هست فینانشل استیتمنت داریم که دو چیزی بسیار عمده است. یک کش فلو استیتمنت است، یک انکم استیتمنت. سه چیز البته: کش فلو استیتمنت، بیلنس شیت استیتمنت و دیگه انکم استیتمنت است. که سمارایزینگ دی انفورمیشن که است مربوط اینمی فینانشل استیتمنت میشه که بیلنس شیت، انکم استیتمنت و کش فلو استیتمنت است. بعد از اون ما راپور میدیم. راپور که است امی کلانا کسایی که در بزنس اونر است، کسایی که در تاپ منیجمنت است و راپور صحیح نمیفهم، ما چی میکنیم؟ اونو دیتا، اونو ریزلت انترپریت میکنیم برای شما. پس تعریف عمده اکاونتینگ چیز، اکاونتینگ از دا پروسس آف انالایزینگ، ریکاردینگ، کلاسیفایینگ، سمرایزینگ دی انفورمیشن، ریپورتینگ اند انترپریتینگ دی ریزلت. اگر جامع تر میخوایم ایستا و اگر آسان تر میخوایم اینمی دو تعریف بالا: اکاونتینگ از دا پروسس آف انالایزینگ اند ریکاردینگ فینانشل ترانزکشن، اکاونتینگ از دا لنگویج آف ا بزنس. ای بود تعریف های اکاونتینگ که اکاونتینگ چیز پیش از اینکه ما شما روی اکاونتینگ کار کنیم. چرا ما شما اکاونتینگ می خوانیم؟ اهداف اوندیش چیست؟ اهداف زیاد داره. خود سه اهداف ایجا ذکر کرده. یکیش اینه است که تو ارگانایز دی فینانشل دیتیلز اف ا بزنس، به خاطر اینکه معلومات مالی بزنس خود ما ترتیب و تنظیم کنیم، به او خاطر ما اینو می خوانیم. انکم ما چقدر است، اکسپنس ما چقدر است، گراف عاید ما زیاد است از اکسپنس ما زیاد است. دیگیش که است تو ایدنتیفای دی فینانشل ترانزکشن، به خاطر اینکه ما بفهمیم که کدام اکاونت ما دیبیت شده، کدام اکاونت ما کردیت شده. فینانشل ترانزکشن ما دیبیت ایدنتیفای کنیم، تشخیص کنیم، به او خاطر ما چی می خوانیم؟ اکاونتینگ می خوانیم. دیگیش که است تو ارگانایز دی فینانشل دیتا انتو یوزفل انفورمیشن. فینانشل دیتا را که شما ببینین بسیار زیاد به صدها صفحه فینانشل دیتا سمره مشوم. اگر بخوایم که ایده به یوزفل انفورمیشن تبدیل کنیم، یک دیتا است یک انفورمیشن. فرق بین دیتا و انفورمیشن چیست؟ دیتا از دی را فرم اف فکتس اند فیگر، شکل خام اطلاعات به نام دیتا یاد میکنه. انفورمیشن چیست؟ انفورمیشن دی پروسس فرم اف دیتا از کال انفورمیشن، از هر چیزی که ما مفهوم گرفته بتونیم او را به نام انفورمیشن یاد میکنه و شکل خام اطلاعات را به نام دیتا یاد میکنه. اصلا فینانشل دیتا که است این شکل خام معلومات است. اگر ما بخوایم که این را به یوزفل انفورمیشن تبدیل کنیم، باید ما شما اکاونتینگ بفهمیم. دیگه اموسی اهداف اکاونتینگ است که ما چرا اکاونتینگ میخوانیم. خب انترستد پارتیز آف اکاونتینگ، اونایی که در بخش بزنس یا اکاونتینگ بسیار انوالو هستن، او کدام نفر هستن؟ خب اونر آف دی بزنس هستن، کسی که صاحب بزنس هستن، منیجریل پرسن، پرسنلز یا پرسنل، اونایی که تصمیم گیرنده در بزنس ما شما هستن، اونا به نام چی یاد میشه؟ انترستد پارتیز آف اکاونتینگ. کریدیتورز، اون نفرایی که برای ما پول میده، در بزنس ما پول انوست میکنه، سرمایه گذاری میکنه. امپلایز، کارمندان هستن. گورنمنت ایجنسیز ان ادرس، مثلا ما که اگر مالیه میدیم به اداره دولتی مالیه پرداخت میکنیم. دیگه اینا کسایی هستن که در بزنس ما در بخش اکاونتینگ چیستا انترستد پارتی، انوالو پارتیز. اینم باید ما شما امرش بلد و آشنا باشیم. خب میم روی اکاونتینگ اپروچ، طریقای اکاونتینگ که هستن. دو دانه اپروچ یا میتودای اکاونتینگ که بسیار عمده و مهم هستن. دیر آر دیفرنت اپروچ آف اکاونتینگ بات د فالوینگ تو ور کامن، ویری کامن. اینی دو تا که هست بسیار چیز مشهور هستن. یک چیز امریکن اکاونتینگ اپروچ هست، دیگه که هست بریتیش اکاونتینگ اپروچ هستن. زیاد فعلن که در دنیا استفاده میشه American accounting approaches. اینمی ترانزکشنی که ما شما در کویک بوک یا در کتابچه در اکسل میرسنیم، برای از یک اپروچ وجود داره. اینمی اپروچ به دو قسم است، یک American accounting approaches، یک British accounting approaches. ما شما که میخوانیم American accounting approach میخوان، به خاطر از اینکه در دنیای فعلی که است اینمی زیاد مرواج است و استفاده میشه. Hence this is being followed by the present accounting world. به مخاطر ما شما accounting American accounting approach میخوانیم. دیگه میتودای accounting که است، وقتی که دیل صورت میگیره بین دو نفر چی قسم است؟ Generally we have three types of accounting method. یک کیش است، بزنس کیس، بس سه شکل میشه. جنس میگیری در مقابل جنس پول میدی، جنس میگیری مگم در مقابلش کیس جنس پول نمیدی، یک سند میدی که رو به نام اکرول یاد میکنه. اکرول یعنی به قرض باشه، یک به نقد است، یک به قرض است. و دیگهش کیس هایبرید یا میکس است که نصف پول میدی نصفش دیگهش باز میگی، یک ما بعد تو ما بعد میدیم. دیگه فعلا سیستم بزنس در دنیا اینمی اکاونتینگ میتود کیس اینمی سه قسم است، یا به نقد است، یا به قرض است، یا میکس است، نقد و قرض است دوشن. میم روی ازی گپ میزنیم که در دنیا چند قسم میتود وجود داره به خاطر ریکارد کردن ترانزکشن ها.
system of recording in accounting. There are three system of recording entries in accounting. Same method وجود داره. با خاطری ریکارد کردن ترانزکشن‌ها در بخش اکاونتینگ در کویک بوک باشه، در هر چیز که باشه. یک سنگل انتری سیستم است، یک دبل انتری سیستم است، یک ایندین سیستم است. سنگل انتری سیستم که است، ای بسیار سابق مرواج بود. آل کس ازو استفاده نمیکنه. در یک ورق نوشته میکردی یک سایت داشته. نه دبیت سایت داشت، نه کریدیت. کلش دم یک طرف نوشته میکرد مثلا از فلان نفر اینو قبول، فلان نفر قرضدار شده. در مقابل از مثلا اینی جنس گرفته شده. ای را به نام سنگل انتری سیستم یاد میکنه. دبل انتری سیستم که است، ای منظم شکل داره. یک سایتش به نام دبیت یاد میشه، یک سایتش به نام کریدیت یاد میشه. دیگه بخش هم داره، مثلا سیریال نمبر داره، اکاونت دسکریپشن داره، کدام اکاونت ها در اینوالو هست. خب زیاد فعلا در دنیا که کامن است، زیاد استفاده میشه، و دبل انتری سیستم است که یک فرمت مشخص داره و از اون فرمت مردم استفاده میکنن. دیگه ایندین سیستم که اسی مختص به هندوستان است، که در هندوستان یگان جای استفاده میشه، و دیگه در تمام دنیا که است از دبل انتری سیستم استفاده میشه. دبل انتری سیستم که است توسط یک عالمی ایتالیوی به نام لوکا پاسیلو یاد میشه، که نمی به نام پدر اکاونتینگ یاد میکنه. لوکا پاسیلو اکاسی پرسون میکنه که مثلا پدر اکاونتینگ به نام چی یاد میشه، مثل که اگان سوال میکنه پدر کامپیوتر به نام چی یاد میشه، اینترنت کی کشف کرده. صحیح است، مثلا تایم برنرز لی کسی بود که اینترنت کشف کرده. لوکا پاسیلو کسی است که دبل انتری سیستم به وجود آورده. پس The point نوشته کرده نوت، The double entry system is the most commonly used entry system. به مو خاطر ما شما از استفاده میکنیم، به خاطر از اینکه در دنیای اکاونتینگ کس اینمی مرواج است و از این ما شما هم استفاده میکنیم. ایندین سیستمش فقط در هندوستان یک آنجایی که نفر ایندی کار میکنه از اون سیستم استفاده میکنه. نه سنگل انتری سیستم مرواج است، نه ایندین سیستم مرواج است، فقط دبل انتری سیستم کس در تمام دنیا مرواج است، از او استفاده میکنیم ما شما. خب دبل انتری سیستم چه قسم سیستم است؟ The double entry system of accounting or bookkeeping means that every business transaction will involve two accounts. صحیح است، ما شما گفته بودیم یکیش دبیت میشه، یکیش هم کردیت میشه، or more زیاد هم میشه. و for example when a company borrows money، وقتی که کمپانی ما شما قرض میگیره from its bank، the company cash will increase and its liability account loan will which is payable will increase. ببینید وقتی که ما از بانک قرض میگیریم، قرض خود معلوم دار است، سر ما شما لایبیلیتیز نه، اکاونت پیبل است دیگه. همیشه وقتی که پول بر ما میاد، اسست ما شما چی میشه؟ اینکریز میشه. کیش اسست ما شما، از یک طرف کیش ما که اسست ما شما است، چه قسم اسست است؟ کرنت اسست ما شما است، او اینکریز میشه. از دیگه طرف لایبیلیتی که اکاونت پیبل ما شما است، او چی است؟ او هم اینکریز میشه. دیگه به مو خاطر وقتی که یک ترانزکشن واقع میشه، سه حالت به وجود میاد. یا این طور میشه که اردو اکاونت اینکریز میشه، یا این طور میشه که اردو اکاونت دیکریز میشه، یا این طور میشه که یک اکاونت اینکریز میشه، دیگه اکاونت چی میشه؟ دیکریز میشه. دیگه دبل انتری سیستم که هست، در بخش دبل انتری سیستم که هست، تایپس آف فارمت این اکاونتینگ فور دبل انتری سیستم، دو فارمت داریم به خاطر دبل انتری سیستم. یکیش که هست تو اماونت کالم فارمت است. تو اماونت به خاطر از این میگه که دو کالمی که بنامش یکیش دبیت یاد میشه، یکیش کریدیت میشه یاد میشه، دینه میشه ما اماونت ذکر میکنیم که اول سیریال میه، بعد از دسکریپشن میه، بعد از دبیت میه، بعد از کریدیت میه، و یک بخش دیگه ایش که هست او بالانس که هست او باز دیگه بخش ما شما میخوانیم. دیگه که هست بنام تی اکاونت فارمت یاد میشه، تی رو نوشته میکنی، بعد از یک طرف دبیت دیگهش کریدیت است، در بالایش که است اکاونت دسکریپشن نوشته میگیره. کی تی اکاونت که است زیادتر استادا به خاطر تدریس در پانتون از استفاده میکنن، شکلش بسیار ساده است. و در بزنس که است، در بزنس که است ما شما از تو اماونت کالم فرمت استفاده میکنیم، چون این استاندارد است. خب ای دبل انتری سیستم البته مو تو اماونت کالم که است اینه میسته، اولش دیت میه یا سریال نمبر، بعضی مردم نوشته میکنن خود دیت صحیح است، بعد از دسکریپشن میه اکاونت راجع به مو اکاونت معلومات نوشته میکنی، بعد از او پی آر به نام پوستینگ رفرنس یاد میشه که اینمیره ما شما باز دست از جورنال میگیریم صحیح است، از ببخشید پیج نمبر است، پوستینگ رفرنس کیس پیج نمبر است، پیج نمبر است پوستینگ رفرنس. دیگه ايش که است دیبیت کالم است، دیگه ايش که است کریدیت کالم است. امره ما شما پیج نمبر بعضی مردم پیج نمبر میگیره، بعضی مردم خب مقصد این آدرس است که ما شما از دیگه جای میگیریم، دیگه جای میگیریم خواهی مخفف هست، نه مخفف پوستینگ رفرنس است، رفرنس نمبر است.
یکی رفرنس نمبر چه قسم ما استفاده میکنیم گاب جداست بعدن می ایر عملی باز کار میکنیم فقط اینی فرمت اساسی دبل انتری سیستم تو اماونت کی یاد میشه اینا میستن دیتا اس دسکریپشن پی ار پست خود شات جورنال هم است بله یک جورنال استاندارد است بله بله خب به مو خاطر ما میگیم جنرال جورنال کی دینامیک ترانزکشن ها رو ما ریکارد میکنیم صحیح است دا اکاونتینگ سایکل بعد از کی سورس ڈاکومنٹ به وجود آمد اسناد پیش بود اولین کاری که میکنی جنرال جورنال انتری است این فرمت استاندارد است استاندارد فرمت است از جورنال بله بله خب این شکلی که ما شما میبینیم این شکل بنامی تی اکاونت یا لیجر بله تی اکاونت فرمت یاد میشه که البته این به خاطر چی استفاده میشه دبل انتری اکاونتینگ سیستم به خاطر از استفاده میشه در اینجا میبینیم مثلا ما شما در اکاونتینگ کس 5 نوع عمده اکاونت داریم صحیح است که یکیش اسیت است دیگهش لایبیلیتیز دیگهش اونر اکویتی است دیگهش کس همراه ما شما ریوینیو دیگهش هم کس اکسپنس ما شما است صحیح است تمام اکاونتینگ کس ازیمی اکاونت ها که هستن تشکیل شده و همیشه ایسیت ما که زیاد میشه دیبت میشه همیشه ایسیت ما که کم میشه کردیت میشه همیشه باز لایبیلیتی و اونر اکویتی برعکس ایسیت هستن یا که زیاد میشه کردیت میشه یا که باز کم میشه دیبت میشه در تمام اکاونتینگ دو اکاونت هست که یک قسم خصوصیت داره ایسیت و اکسپنس که هستن یا یک قسم است زیاد شو دیبت کم میشه کردیت ریوینیو لایبیلیتی اونر اکویتی زیاد میشه دیبت کردیت کم میشه دیبت میشه پس اینی سی اکاونتی که میبینی ایسیت لایبیلیتی اونر اکویتی اینا با هم بالانس شیت اکاونت یاد میگیره دا بالانس شیت میه و اینی دو اکاونتی که میبینی ریوینیو و اکسپنس اینا با هم انکم استیتمنت اکاونت یاد میگیره یا پروفیت اند لاس نمبرش میگه خب steps in double entry system amu marahil ki mod double entry system pura marat mikrim avalin kare ki mikrim digam chizo mast kho umde shinemis general journal standard va umda va amu karamadash aval amray ma journal ast baraz journal kes da general journal kol shaziya darj misha baraz ledger ast amray ma shoma baraz ledger general ledger ast جنرال لیجر است امر شما بعضی ترایل بالانس است ترایل بالانس به خاطر از این استفاده میکنه که آیا دیبت سایت با کریدیت سایت ما شما ده بالانس است یا نیست اگر ده بالانس نبود پس میریم ده جنرال لیجر بعد جنرال لیجر میریم پس ده لیجر از لیجر میریم ده جنرال جورنال از جنرال جورنال بنامی پس ده جورنال میریم ازو اگر دوجه مثلا نشون میریم ده اسناد جنرال جورنال باز اول جورنال است باز جنرال است بله اول جورنال تیار میشه بله بعد جنرال جورنال جنرال جورنال که تمام ترانزکشن های جورنال که است جنرال جورنال میه بعد از لیجر است بعد از او جنرال لیجر است امر شما بعد از او ترایل بالانس است امر شما صحیح شد بعدش فاینانشال استیتمنت است امر شما بازور ما شما میخوانیم خیر است سنگل انتری اکاونتینگ سیستم کی را پیشتر گفتم کی سنگل انتری اکاونتینگ سیستم از ا میتد اف بوک کیپینگ ریلاینگ اون وان سایت کلی کاپ دم یک ورق نوشتم میکنین فاس فلان نه قبول بول قرض شدیم انتری تو مینتین فاینانشال انفورمیشن فقط به خاطر نگهداری و مینتین کردن معلومات مالی خب این سیستم چی قسم only has personal account, cash account, bank account. ای ترایل بالانس نداره. ترایل بالانس هم به خاطر از یک ورق چه قسم تو ترایل بالانس و بالانس شیت چیزا رو جور میکنی. صحیح دیگه نیست. دیگه به خاطر پرسنل اکاونت استفاده میشه، به خاطر کیش اکاونت استفاده میشه، به خاطر بانک اکاونت. پرسنل اکاونت مثلا تو در بانک یک اکاونت داری. یا حسابت است. به شما حساب داری، در اون کالج ریکارد خودت ثبت میکنی. چه قبول قرض هست؟ در بانک از پرسنل اکاونت. نه نه نه. خب پرسنل اکاونت در بانک هم است در کمپانی هم است مثلا حساب خودت پیش ما کس حساب فلان نفر پیش ما است چقدر پول گرفته چه پولش مونده پیش ما و بانک اکاونت بانک اکاونت مثلا ما شما در بانک اکاونت داریم ای ای بی بانک مثلا عزیزی بانک دیگه بانک ها که هستن کیش اکاونت کس مثلا کیش آن هند هستن برای ما شما و پی دی کیش هستن صحیح است ای اکاونت هستا خب ای قدر مهم نیست زیاد سرش بحث نمی کنیم استفاده هم نمیشه فقط یک معلومات بود کلاسیفیکیشن اف اکاونتس یک چارت اف اکاونت هست تعریفی اکاونتینگ یک چارت اف اکاونت هست نمیشه ایجا تدیق شد بله تمام اکاونت هایی که ما شما در اون چیز پول ذخیره میشه آلی ما برد میگیم یا حیثیت پول داره چند قسم هست امرای ما شما سه قسم اکاونت هست پرسنل اکاونت هست ریال اکاونت هست نومینال اکاونت مهمش اینیم دوتا هست ریال اکاونت و نومینال اکاونت پرسنل اکاونت با سه قسم تقسیم شده پرسنل اکاونت artificial person personal account representative person personal account khodit mir da bank account be khod jo migi natural person personal account khodit nisti yak nafar da ghiab shi account jo misha khodit nisti yak numainda jo mikini bar az yak account bar jo mikini representative person personal account artificial 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 ghiabi
خودت مثلا نیست یک غیابن یک نفر میبرد اکاونت جور میکنه بنام خودت صحیح شد. ریال اکاونت و نومینال اکاونت بسیار مهم است برای شما. در ریال اکاونت که است تنجیبل اسیت و نان تنجیبل، این تنجیبل یا نان تنجیبل اسیت میه. مثلا مشینریز اسیت است کل چیزایی که تنجیبل اسیت در ریال اکاونت میه صحیح شد. نان تنجیبل اسیت مثلا کاپی رایت است برای شما، کاپی رایت کمپانی گود ویل است به مشکل لگا صحیح شد. و نومینال اکاونت که است تمام نوا ایکسپنس اکاؤنٹ اور کیا تھا یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کیا تھا یا ایکسپنس اکاؤنٹ کیا ادھر نومینل اکاؤنٹ میں سر ازو بس بدن بہت گپ میں جائیں گانا اکاؤنٹ سر اکاؤنٹ پوری کی بدست نہیں آئی صحیح شد. لاس اینڈ گین، لاس از دس میں گین بدست نہیں آئی صحیح شد. و دی جزیات انکم اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ میں صحیح شد. دی انکم اسٹیٹمنٹ میں کوئی نہیں ایکسپنس داریم لاس داریم و گین داریم انہیں اکاؤنٹ ہاؤس یا نہیں سر. خب دیگر کیا تھا یک اکاؤنٹ است یک چارٹ آف اکاؤنٹس است فرق بین از چیز تھا. اکاؤنٹ حساب میگه ریکارڈ آف فائنینشیل ٹرانزیکشن فار اینی تھنگ وچ کین بی ڈیبٹ اور کریڈٹ ایٹ اینی آرگنائزیشن از کال اکاؤنٹ. ہر چیزی که در بزنس ما شما میایا میرا ڈیبٹ میشه کریڈٹ میشه برای ازو یک حساب چور میکنیم که اونو حساب بنام اکاؤنٹ یاد میکنیم صحیح شد. و چارٹ آف اکاؤنٹس مجموعی اکاؤنٹ ها را که در یک اداره استفاده میشه بنامی چارت آف اکاؤنٹس یاد میکنه. این مهم نیست ده هر اداره چارت آف اکاؤنٹس متفاوت می باشن یا گفته می زنیم بله بله یا گفته می تونیم که کلکشن آف یا مجموعی اکاؤنٹ های بیلنس شیت و انکم استیتمنت را بنامی چارت آف اکاؤنٹس یاد میکنه صحیح شد. لیست آف اکاؤنٹس یوز بای ان ارگنائزیشن یا انی ارگنائزیشن اور لیست آف بیلنس شیت اور انکم استیتمنت اکاؤنٹ ار دو شیکس. خب قانون اکاؤنٹنگ چیز دار پیش از اینکه ما شما سر اکاؤنٹنگ کار کنیم اول باید قانون نظیر بفهمیم. در قانون اکاؤنٹنگ آمده که میگه ایسیت که داره ما شما میگه که یکیش کرنت ایسیت است یک فکس ایسیت است. ایسیت اگر کرنت باشه یا فکس باشه must be ایسیت must be always equal with liability plus owner equity. مثلا ما میخوایم یک کامپیوتر بخرم صحیح است یا موتر میخرم. موتر $5,000 است، $3,000 پیش ما است و $2,000 از بانک میگیره. اینالی اسیت ما شما که است اسیت ما شما چی است امره ما شما خب اسیت مست بی لایبیلیتی اونر اکویتی. خب اسیت ما شما موتر شد لایبیلیتی $2,000 از بانک گرفتیم اونر اکویتی پولی که ما داشتیم $3,000 میشد. اینالی موتر مساوی است با $2,000 قرض و $3,000 که از خود ما بود صحیح شد. به مو خاطر میگیم که در اکاونتینگ در سیستم اکاونتینگ وقتی که تو ترال بالانس جور میکنی هرچی یا مثلا لیجر جور میکنی جور هرچی که جور میکنی در خود سیستم فینانشل دیتا تو باید اسیت باید همیشه با لایبیلیتی اونر اکویتی مساوی باشه. این فرمول ثابت هم است. بله این را به نام اکاونتینگ اکویشن یاد میکنه معادله اکاونتینگ یاد میکنه صحیح شد. موتر گرفتی قیمتش $5,000 بود، $5,000 پیش خودت بود از کس قرض نگرفتی. ایسیت ما شما که قیمتش $5,000 است مساوی میشه با چی؟ صفر لایبیلیتی پس و $5,000 اونر اکویتی صحیح شد. داره خود ما دیگه توتال دیبت مست بی آلویز ایکوال و توتال کریدت همیشه باید دا بل... دا دا دا. ما شما گفته بودیم که آخرین چیز امرای ما شما را ترایل بالانس است در اکاونتینگ سایکل. دو دو چیز بسیار مهم است دیبت و کریدت که ما مقایسه میکنیم. همیشه باید دیبت مساوی باشه با کریدت. Asset must be must have debit balance, liability must have credit balance. Amesha the asset ki tu balance me bini ya basha u banam debit balance yad misha. Puli ki the asset basha masalan cash as archi ki asta u banam debit balance yad misha. Wo puli ki the liability sta u banam credit balance yad misha. Bamu shakal puli ki the expenses u banam debit balance asta. Wo puli ki liability اونر اکویتی و ریوینیو ای کریدت بیلنس است صحیح شد. به اینجا هم گفتم سلکو ایسیت ایسیت که است و لایبیلیتی و پلس اکویتی است ای باید مساوی باشه با چی؟ ای دوتا مساوی باشه صحیح شد. دیگه ای می مادله را یک کم داره چی کده اکسپاند کرده ایجا برای ما میگه بیا ایسیت که است همیشه دیبت بیلنس داره لایبیلیتی که است همیشه credit balance داره صحیح شد. دیگه یا که اینجا مکمل گفت asset ایم که دو expense میه امرش expense هم است dividend loss یا همیشه debit balance داره و طرف چپ record میشه صحیح است. در طرف راست که است liability است owner equity است
یا که هسته طرفی چپ چی میشه ریکارد میشه و همیشه کریدیت بالانس. صحیح شد؟ سوال خونه ایز دیجی انشالله. نه اکانت دیویدنس کدام معامله است؟ نفهمیدم. دیویدنس دیویدنس کجا بود؟ خب دیویدنس مثلا وقتی که ما شما از دیویدنس دیویدنس که مثلا پولی که ما شما میگیریم دیویدنس وقتی که او را ما میگیریم تقسیم میکنیم با سری نفرهای خود او را بنام دیویدنس یاد میگیریم. خب صحیح است؟ به این شکل یعنی هدف میست که وقتی که بیزنس اخیر میشه پولی که میایه مثلا پروفیتی که ما شما به دست میاریم اون عمر که تقسیم میگیریم اون عمر سری اون را اون عمر بنام زیاد میکنیم. اکاونتینگ ترانزکشن چیست؟ Any economical exchange between two or more than two person ایره بنامی accounting transaction یاد میگیره. هر دیلی که صورت میگیره بین یک یا بیشتر دو یا بیشتر از دو نفر بنامی transaction یاد میگیره accounting transaction. یا any business event when we record مهمش اینه میستم وقتی که هر معامله بزنس تجارتی وقتی که ما او رو ثبت کنیم it is known as accounting transaction بنامی accounting transaction یاد میگیره. اگر ثبت نکنی accounting transaction نیست. وقتی که ثبت شما بنامی accounting transaction یاد میشه. خب مثال ایشا وقتی که ما شما پول قرض میکنیم یا مصرف میکنیم borrow and invest money زیستا purchase land building and equipment وقتی که fixed asset خریداری میکنیم او که هر چیز باشه وقتی که tax به دولت پرداخت میکنیم ما شما چون liabilities سر ما شما account payable هستن وقتی که distribute earnings dividends که ما پیشتر گفتیم to owner وقتی که ما شما امی ارنینگز کدام پولی که از بزنس ما به دست آوردیم او رو پس سر اونرا تقسیم میکنیم. ایرا گفتم میتونیم که ویدرا اونر ویدراولز بله امیرا ایرا دیویدندز است نه امیرا گفتم اونر ویدراس بالکل وقتی که سل کنه ای پولی است که از مفاد به دست اومده اونر ویدرا و نم پولی را میگه که در بزنس از بزنس میگیری خودت مصرف میکنی شخصی او پول نیست بنامه دیویدنس نیست؟ نه 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 تو گفته اونر ویدرا اونر ویدرا نیست ای اونر ویدرا خودت صاحب بزنس هستی $10,000 داری گفت بزنس شروع کنید از $10,000 $2,000 گرفتی او را بنامه اونر ویدرا یاد میکنه دیویدنس هم نیست؟ نه 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 وقتی که پول پس میدی دیگه پول شریک میکنی اونر کنتریبیوشن owner withdraw owner contribution پول از بزنس مصرف میگیری پول از مصرف بزنس میگی وای که هستا یو در آخر سال وقتی که حساب کتاب میشه پولی که به دست میاری pay wages to employees با کارمندا پول پرداخت میکنیم buy and sell goods or services یا کلش وقتی که تو ریکارد کنی ایره بنام بزنس ترانزکشن یاد میکنه بزنس ترانزکشن صحیح شد یا accounting ترانزکشن یک چیز هست خب ما گفتیم که accounting is the process of analyzing and recording financial transaction یک تعریف accounting اینه میدونی اینالی چی قسم شما account analyze میکنیم transaction analyze میکنیم یک account یا transaction اول وقتی که اسناد برات آمد یک نفر گفت بیادر ما اینقدر مثلا پول پرداخت کردیم یا ماش کارمند رو پرداخت کردیم یا چیز رو خریدیم تو باید چی قسم رو analyze کنی اول ببین what is being exchanged لپتاپ گرفتیم در مقابل از چی داده شده با قرض است یا با پول پرداخت شده what is being exchanged تبادله چی شده what accounts are affected مثلا پول گرفتیم با قرض با نقد گرفتیم در دو حالت که است یک اکاونت ما انوالو است افکتد شده اسیت ما شما از یک طرف اسیت ما انکریز شده از دیگه طرف اسیت ما دیکریز شده کیش دیکریز شد و دیگه کامپیوتر انکریز شد خب which of account is increase or decrease or the amount debit or credit چی debit شده چی credit شده مثلا June 5 اسلام purchase a new laptop for RS $1,000 ما با تاریخ 5 جون که است لپتاپ گرفتیم لپتاپ debit کیش credit این در جنرال جنرال صحیح شد؟ خب این یک مثالش بود خب وقتی که یک ترانزکشن واقع میشه ما شما ثبت میکنیم سه حالت به وجود میاد three cases occurred both accounts will increase اردو اکاونت increase میشه مثلا پیشتر که ما مثلا اگر قرضه گرفتیم بله پول که گرفتی با قرض از یک طرف پول زیاد شده از دیگر طرف که است کش اکانت ما هم انکریز شد و لیبلیتی ما هم انکریز شد اکانت پیبل ما انکریز شد بوت اکانت ویل دیکریز مثلا ما از بانک پول گرفته بودم با قرض پول پیدا کردم پول لادم پولی ما کم شد قرضی ما کم شد صحیح شد وان اکانت ویل انکریز این در سکن اکانت ویل دیکریز لپتاپ گرفتم با نر پول رفت اسید ما صحیح شد لپتاپ ما کردیت شد چی دیبیت شد و کش ما کردیت شد از یک طرف انکریز شد از دیگه طرف دیکریز شد
ای بود حالت ایزی که مثلا چه قسم ما ترانزکشن که وقتی که چی میشه چند حالت وجود میه. خب این مثال های عملی امی موضوعاتی که ما شما گپ زدیم که مثلا ترانزکشن واقع میشه چند حالت وجود میه، یا اردویش انکریز میشه یا اردویش دیکریز میشه، یکیش انکریز میشه دومش دیکریز میشه، این رو بخیر سبا میخوانیم. امروز اما قدر دست بس است.